بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید. امروز جمعه است، ساعت 12 به وقت نیویورک. معمولا طبق قرار هفتگی با دوستانی هستیم از کانون آوا که اینها سالهای سال با مجاهدین بودن، بعد تصمیم گرفتن جدا بشن. ویدیوهاشون، بحثهاشون هست، فکر کنم الان دیگه نزدیک به 3 سال هست که این دوستان هر هفته برنامه دارن و درست برخلاف کاری که مجاهدین میکنن و فقط یه طرفه صحبت میکنن، اینها میان صحبت میکنن، خاطراتشون رو میگن، نظراتشون رو میگن و ضمناً از شما بینندگان و شنوندگان هم دعوت میکنن که نظر بدید. اگر پرسشی براتون مطرح هست اون رو بپرسید و این دوستان در برنامه‌های آینده پاسخ خواهند داد. یه دوستی داریم که هر وقت ایشون میاد من یه مقداری احساس راحتی میکنم از لحاظ تکنیکی و اینها، و امروز به من گفتن که تماس نگرفتی امتحان کنیم. گفتیم شما کار درست، احتیاج به امتحان نداره. البته داستانی رو تعریف میکرد که به علت همین نداشتن امکانات مالی و اینها وضع اینترنتشون درست نیست. امیدواریم که این اینترنت با ما مهربان باشه و برنامه رو تا آخر با ایشون باشیم. اگر به دلایلی اشکال پیش آمد از ایشون خواهش میکنیم که ویدیوشون رو خاموش کنن و فقط از طریق صدا و من هم از اینجا یا فیسبوکشون یا عکس ایشون رو به شما نشون میدم. این شخص آقای مهداد ساغرچی است، فعال حقوق بشر از آلمان. قبلا هم چندین بار مهمان برنامه بودن و ویدیوهای ایشون رو میتونید از کانون آوا خط فاصله اسوسییشن.com یا از صفحه بایگانی تلویزیون مردم تماشا کنید و نظر بدید. ما اینجا در مقام قضاوت ننشستیم، ما فقط بلندگویی هستیم که صدای در گلو خفه شده این دوستان رو بعد از 30 سال به گوش شما میرسونیم. آقای ساغرچی، سال نو رو به شما تبریک میگم، بهتون خوش آمد میگم و بعد از سلام و احوال پرسی میخوایم که در مورد 4-5 موضوع صحبت کنیم. موضوع اول موقعیت مجاهدین در پایان سال 2015 که معمولا هر سازمانی یه بیلان میده یا یه کارنامه میده، اگه بخوایم فارسیش رو بگیم، که در سال 2015 چه کردن. حتی شرکت ها، حتی بیزینس ها هم این کار رو انجام میدن. ما میخواستیم ببینیم که سازمان مجاهدین همچین رسم و قراری داشته یا داره. نظر شما در این مورد چیه؟ ضمن این که باز هم به شما خوش آمد میگم، بینندگان رو دعوت میکنم به شنیدن صحبت های شما و از اونها هم خواهش میکنم چه در حین برنامه چه بعدن که این برنامه ها بازپخش میشه هر روز، نظرات خود، پرسش های خود رو با ایمیل، با فیسبوک، با پیام تلفنی که شماره تلفن هم میاد اینجا بذارن. بیش از این منتظرتون نمیذارم دوستان. این شما و این هم آقای مهداد ساغرچی، بفرمایید. با سلام خدمت آقای سوربی عزیز و همه شنوندگان و بینندگان عزیز و همینطور تبریک سال نو مسیحی به همه دوستان، به خصوص مسیحیان ایران، و تشکر از اینکه دوباره چنین فرصتی به من دادید و خوشحالم از اینکه میتونم دوباره با شما باشم و دقایق خوبی رو بگذرونم. به این دلیل که همینطور که خودتون گفتید ما اینجا درد دل میبینیم و خلاصه اندکی تجربیات تلخوشیرینی که داشتیم کار دیگه نمی کنیم، اطلاع رسونی می کنیم و در واقع اتفاقاتی که پیش افتاده شاید از نگاه کسانی که بیشتر در بطن یک جریان یا یک جنبشی بودن، سازمانی بودن و شاید با یک نگاه عمیق‌تری نگاه میکنن، از این لحاظ ما صحبت میکنیم. برای من جای خوشحالی داره که تونستم در این حدودا سه سال گذشته که برنامه مردم تیوی بوده موقعیت هایی برام پیش بیاد که بتونم حرفامو بزنم و در واقع رو در رو با همه مردم باشیم. به امید اون روزی که کسایی که دستن در کار سازمان مجاهدین هستن این جرأت و شهامت رو پیدا بکنن که بتونن در
برنامه زنده تلویزیونی جلوی دوربین بیان و صادقانه و با شهامت به اصطلاح بیان کار خودشون یا کارنامه کار خودشون جواب بدن، سوالات رو جواب بدن، ابهامات رو جواب بدن. شاید که اینطوری نسل‌های آینده ثمر بهتری ببرن. همینطور که گفتید، موضوع اصولاً همه سازمان‌ها، ارگان‌ها و تشکیلاتی که وجود داره در تحت هر نام اداری و غیر اداری یک کارنامه‌ای در سالی که ازش عبور کرده در واقع یک سرفصلی می‌ذارن. در اروپا هم با این سرفصل در واقع تغییر سال مسیحی این کارنامه‌ها بروز میشه، از ماه انتهای سال تا به اصطلاح اولین ماه سال جدید. من هم این رو بر اساس همین این بحث رو بر اساس همین آماده کردم که بهتر دیدم یک نگاهی گذرا داشته باشیم به کارنامه‌ای که در واقع ما در این زمینه فعالیت کردیم. شاید خیلی از دوستان به ما بگن که شما کار دیگه‌ای ندارید به جز اینکه زهربین بندازید روی مجاهدین، شما نمیتونید فعالیت دیگه‌ای بکنید. حقیقتش اینه که هر کسی در یک زمینه‌ای در این دنیای سیاست و در دنیای حقوق بشر، هر کسی در یک زمینه‌ای تخصص داره و در یک زمینه‌ای تجربیات داره و دانسته داره. مسلما من در خیلی از زمینه‌هایی که به اسم حقوق بشر هست یا در ارتباطات سیاسی هست نه اطلاعات و آگاهی دارم و نه در واقع در اون زمینه تجربیاتی شدم. اون چیزی که ما به صحبت در این باره میشیم در رابطه با سازمانی هستش که خودمون بخش در واقع بیشتر عمر مفید زندگیمون رو در اونجا گذروندیم. سازمانی که با هزار آرزو و هزاران شعارهای زیبا و قشنگ افرادش رو جذب کرد و تا به امروز که به یک در واقع سازمانی شده که اکثریت قریب به اتفاق مردم بهش نگفتن و جایگاه و پایگاه اجتماعیش رو در ایران از دست داده و اینها همه بر اساس چیزهایی است که خود مجاهدین بهتر از ما میدونن و در واقع درآوردن اینها کار خیلی خیلی ساده شده با این دنیای اینترنت و در واقع این پیشرفت تکنولوژی. این چیزی نیستش که برای مثال من الان بگم برای یک چند ماه طول بکشه که مجلش به دست مردم برسه. در لحظه همه میتونن به این اخبار اطلاعات دسترسی پیدا کنن. اما مجاهدین در کارنامه سال 2015 شون متاسفانه در اولین بخش که در واقع انتقال افراد از زیر بمباران ها و کشور ناامنی به اسم عراق بود، باز هم در واقع با کارشکنی ها و سنگ اندازی های مختلف مقابل کمیساریای ملل متحد و همینطور در واقع سازمان پناهندگان سازمان ملل تا اونجایی که تونستن این پروسه رو به عقب انداختن. در واقع این یکی از اصلی ترین به اصطلاح کارنامه های شکست مجاهدین بوده در خط و استراتژی، چرا که بسیاری از اعضایی که قبلا در سازمان بودن و یا در سازمان های تابعه مثل شورای ملی مقاومت بودن که در واقع با سازمان همکاری داشتن تنگاتنگ، بسیاری از اون کسانی که خارج شدن از سازمان به همین دلیل بیمنطقی و در واقع شعار پوچی بودی که اصرار بر ماندن در عراق میکردن و گفتن مثل آقای قسیم یا روحانی گفتن که ماندن در چنین چارچوبی که اصرار برش هست در واقع به کشتن دادن نیروهاست و هرز دادن در واقع پول و سرمایه و از همه مهمتر جان انسان هست. اما متاسفانه مجاهدین کماکان بر روی همین مواضع خودشون باقی موندن و تا اونجا که تونستن این پروسه رو به عقب انداختن. چرایی داستان رو در انتهای همین پاراگراف خواهم گفت، اما اون چیزی که مهمه در ازای این کار باز هم خونهای ریخته شد که در واقع مجاهدین و رهبری اون سعی کرد با
در واقع رب دادن این کشته شده ها به کسایی که به مجاهدین انتقاد میکنن، به جدا شده ها و کسایی که قلمی زدند یا انتقادی کردند یا در واقع به کرده مجاهدین در طول پروسه ایرادی گرفتن، این رو هم دوباره برگردن اونها انداختن که شما با نوشتنتون جاده رو صاف کردید که به ما خونپاره و بمب بزنن، که اینها هم در واقع یک بازی کثیف سیاسی بودیش که کماکان سالیان ادامه داشته برای به خورد نیروهای داخل سازمان دادن بوده. من فکر میکنم که اگر بدون هیچ به اصطلاح طرفداری نگاه بکنیم به این موضوع، هر کسی که در بیرون داستان نشسته میدونه که کشوری مثل عراق جایگاهی برای ادامه در واقع سازمان و گروهی مثل مجاهدین نیست. کما اینکه این روزهایی که ما شاهد فعالیت‌های به اصطلاح جنایتکارانه سازمان‌های تروریستی در سراسر دنیا هستیم، می‌بینیم که کماکان مجاهدین اصرار داره بر همون شعاری که بر بالای سایتش می‌نویسه که ما رو مسلح کنید، و کماکان بر ختمش مسلحانه اصرار می‌کنه و با همون داستان و با همون استراتژی هستش که نیروها رو نگه داشته. در واقع این یکی از سلاد برگ‌های شکست مجاهدین در سال 2015 بود. چرا؟ اینکه اگر مجاهدین اعتقاد به کار به سلاد روشنگرانه سیاسی داشتن، اولین حرکتی که باید میکردن با اصرار زیاد همه نیروهاشون رو از عراق خارج میکردن و از عراق نوام و از لیبرتی نوام خارج میکردن. من اشاره کردم که چرایی این داستان یک مقداری در واقع داخل پرانتز این توضیح میدم، چون شاید خیلی به این بحث سیاسی مربوط نباشه. چرایی داستان در اینجاست که مجاهدین به دلیل این که هیچ وقت و هیچگاه در عرصه و پهنه سیاسی هیچ وقت نتونستن یک خط مشی منطقی و دوراندیشانه‌ای بگیرن و در دنیایی که به طور خاص در دنیای خارج کشور هیچ جایگاه و پایگاهی ندارن و هیچ وقت نتونستن یک حرکتی کرده باشن که بعداً بگن حرکت ما درست بوده و نتیجه مثبت ازش گرفته باشن. در نتیجه در خارج کشور حرفی برای گفتن ندارن مجاهدین، به طور واقعی با هزینه‌های بسیار میلیونی و کلام در واقع یک سمینارها و جلساتی تشکیل میده و فکر میکنه که با سخنرانی چند مسئول و به اصطلاح شخصای مسئولین سابق و بازنشسته ها اینطوری میتونه در واقع اهداف خودش رو پیش بره، در صورتی که این اهداف هرگز در راستای اپوزیسیون نبوده و این رو کارنامه چند ساله مجاهدین نه فقط 2015 این رو بیان کرده و میتونیم در خارج کشور آثارش رو ببینیم. و از سوی دیگه اگه بخوام باز هم این پرانتز بزرگ رو یکم ادامه بدم، در واقع موضوع ایدئولوژیک و استراتژیک هستش، چرا که مجاهدین در ایدئولوژی به مبارزه مسلحانه پایبند هستند و اعتقاد دارن و تنها راه برای دسترسی به قدرت و تغییر رو جنگ مسلحانه و در واقع متکی بودن به سلاح میدونن. در نتیجه این در بنمایه این تفکر و ایدئولوژی هست و به همین دلیل هست که به صورت اتوماتیک به دنبال زمین، در واقع محلی برای استقرار نیرو و سلاح همیشه گشتن و این جایی نمیتونه باشه به جز مرزهای ایران و کشورهایی که در مرز ایران قرار دارن، و موقعیت عراق برای مجاهدین یک موقعیت منحصر به فرد بوده و به تصور اونها تا الان هم هست، تصور اشتباهی که بعد از در واقع صاحبخانه اصلیشون که خودشون میگفتن صدام حسین وقتی که رفت، در واقع دیگه اونها جایی در اون کشور نداشتن و از روز اولی که در واقع نیروهای آمریکایی مسئولیت رو به عراقی‌ها دادن و در واقع مردم عراق خودشون تعیین کردن که نخست وزیر و در واقع رئیس جمهورشون که باشن، از همون روز اونها خیلی به صراحت و به بیان واضح گفتن که ما خواستار تضاد با کشور همسایه‌مون نیستیم، شما اصلا شما بهترین آدمای روی زمین، ولی ما نمی‌خوایم با همسایه هم در جوار کشور بزرگی مثل ایران اپوزیسیون مسلحش در کشور ما باشه. و این شد که این جنگ طولانی بی ثمر بین مجاهدین و دولت‌های وقت عراق در بیش از 10 سال گذشته در جریان بود.
شاید در بگم که در 12 سال گذشته، و این را هم در واقع میذاریم در واقع به بخشی از کارنامه در واقع یکی از مردودی های نمرات مجاهدین در 2015. نکته دوم در واقع در رابطه با این بیلان یا کارنامه مجاهدین در رابطه با موضوع خانواده هست. البته من شاید از موضع حقوق بشری و انسانی واقعا نیاز به توضیح نداشته باشه، شاید هر کسی که بیننده و شنونده این برنامه هستش در واقع توضیحات خیلی خیلی کوچیک و مختصری هم در این باره داده بشه که کسانی هستند، در چند جمله کسانی هستند که بعضن بیش از 30 ساله هیچ کدام از عزیزان خودشون رو ندیدن. شمایی که شنونده یا بیننده هستید بگویید اگر جرم در واقع ما نمیدونیم این وسط مجرم کیه، اگر خانواده ها مجرمن، در هر صورت اگر اعضای خانواده که در درون سازمان هستن بیگناه هست، بزرگترین و در واقع وحشتناکترین قاتلای دنیا هم این امکان رو دارن که در واقع با خانواده هاشون دیدار و ملاقات کنن. حتی افرادی که یک زمانی در گوانتنامو بودن بعدها این حقوق براشون، کسایی که در واقع تروریست بودن اونها مسجل شد و اونها با اسناد و مدرک که در واقع دستگیر شدن، باز هم این امکان براشون گذاشته شد که به نوعی بتونن با خانواده هاشون در تماس باشن. و این در واقع یک میشه گفت یک عجبا عجبایی است که باید به آقای رجبی و سازمانش گفت که عجبا عجبا که شمایی که روز و روزگاری میگفتید که هر کس که یک بچه مجاهدی پرورش داده جاش در اعماق بهشته، و هر کسی که یک مجاهدی پرورش داده که تمام در واقع نعمات خداوندی بر اون و و و و و، امروز چطور میشه که پیرمرد 80 ساله ای، پیرمرد با عصا، مادر غم دیده، با کمر شکسته و و و مسیر طولانی رو طی میکنن تا دیوار در واقع قرارگاه یا کمپ مجاهدین یا در واقع اون اردوگاه موقتی که هستن در حال حاضر در لیبرتی، در هر کجایی که مجاهدین هستن میرن و مجاهدین افراد خودشون رو وادار میکنن که به خانواده های خودشون بگن مظلوم. در واقع ببینید مجاهدین در طول این سالیان و به خصوص در 2015 با استفاده از واژه هایی که واقعا برای مردم ایران در واقع یک پس‌زمینه بسیار بدی داره، واژه مزدوری و وزارت اطلاعات برای مردم ایران پس‌زمینه بدی داره، اما مزدور یعنی کسی که ما به ازای آدم فروشی پول دریافت می‌کنه. شما باید بگید که وقتی مادری با 7 دهه عمر 8 دهه عمر با عصا در جلوی در قرارگاه شما آقای مجاهدین، خانم مجاهدین وای میسه و میگه من فقط میخوام پسرم یا دخترم رو ملاقات کنم، در کدام فرهنگ لغات در کجای دنیا به اینا میگن مزدور؟ در کجای دنیا یک مأمور در واقع امنیتی که شما اسمش میذارید یک پیرزن 70 ساله و 80 ساله است که توان راه رفتن نداره؟ اینها موضوعاتی که در مجاهدین واقعا، یعنی اولا که مجاهدین این موضوعات رو لوس کردن و نشون میده واقعا حقوق بشر و کمترین حقوق انسانی ذره ارزش در دستگاه‌های ایدئولوژیک نداره. ما به ببخشید دوستان، همونجوری که گفتم اینترنت ایشون از بعد از سال نو یه مشکلی داشته، حتی یه دستگاهی رو گرفتن که به قول آمریکایی‌ها بوستر باشه یا بوست کنه یا تقویت کنه، ولی اون هم کمک نکرده و ایشون گفت که امیدوارم که این اذیتمون نکنه، ولی به نظر میاد که این کار رو کرد. حالا تا آقای مرداد ساغرچی بتونه باز با ما تماس بگیره، نکته‌ای که جالبه وقتی که سازمان مجاهدین میگه که قول میده، قرارداد می‌نویسه با آمریکا که اسلحه ها رو تحویل میدیم و آقا شما نه قربان من هیچ کاری از اینجا نکردم،
حالا باز زنگ میزنم ببینم که هستید آقای ساقچی؟ عرض معذرت، من فکر کنم که صدای من از یک نقطه قطع شد. بله، همین ماجرای پدر و مادران میگفتید که میان و اینها بهشون تهمت مزدوری میزنن. و جالب اینه که من امروز یه مقاله رو میخوندم که آقای حسین نژاد ارسال کرده بود، گویا مجاهدین هنوز در سوریه فعال هستن و یعنی به قرارداد خودشون به چیز هم عمل نمی کنن. ما الان تصویر شما رو نداریم، میخواین بدون ویدیو صحبت کنید؟ من فکر میکنم که یک مقداری بدون تصویر پیش بریم، شاید این اینترنت اگر مشکلی پیش نیاد ادامه بدیم، اگر نظر شما مانع باشه. هیچ اشکال نداره، بفرمایید. من عکس شما رو اینجا دارم، این رو نشون میدم. ببخشید. بله بفرمایید. در واقع من به این قسمت بس که اشاره میکردم که مجاهدین موقعی که چنین جملات و شلمات در ضمن پوزش دوستان از شما اینجا اول نوشت که اینترنت ایشون قرمز شد بعد قطع شد و نمیدونم چه باید کرد. شاید اون دستگاه جدیدی رو که ایشون گرفته که به اصطلاح تقویت کنه سیگنال اینترنت، چون بی سیم هست. در کار ویدیو و تلویزیون پیشنهاد میکنن که از بی سیم استفاده نکنید و دیدید حتی تلویزیون های بزرگ وقتی که به وسیله بی سیم خبرنگارانشون رو میفرستن توی خیابون ها و توی هتل ها و توی جاهایی که کنفرانس هست، یه دفعه تصویر اینجوری میشه، قطع میشه. اینا با وجودی که با اون چیزایی که مثل دیش هست و ماهواره و اینها و اون وسایل رو دارن قطع میشه. ما که باید اینجا به قول معروف آویزون باشیم به مهر و محبت اسکایپ. آقای ساغرچی لطف کنید تماس بگیرید و نمیدونم میخواین یه بار قطع کنید اسکایپ رو دوباره وصل کنید، یا اینکه اگه میتونید اون دستگاه رو نشون به اصطلاح ازش جدا کنید، چون ایشون برای من توضیح داد. اتفاقا میگم یکم نگران بود، برای من قبلش نوشته بود اگه میشه آزمایش کنیم. گفتم ما هیچ با شما اشکالی نداشتیم و بخوایم خاطر آزمایش نمیکنیم. گفتن که نه، یه سری دستگاه های جدید و وایرلس به قول معروف بی سیم و اینها هست و تو اون منطقه که هستن متاسفانه شرکت های اینترنتی هنوز اینترنت قوی به اینها نمیدن. همینجا چند سال پیش ما این مشکلات رو داشتیم، تا قبل از اینکه فایبر اپتیک یا اون فیبر نوری بیاد اینجا، اون سیستم های کابل قدیمی و اینها این مشکلات رو داشت. ایشون یه ویدیویی برای من فرستادن، میخوان من این ویدیو رو برای شما پخش کنم. توی این فاصله ما ببینیم که چه باید کرد. با هم این ویدیو رو تماشا کنیم و برگردیم. امیدوار باشیم که آقای ساغرچی ارتباطشون برقرار بشه. چرا اینقدر بی رحمی داری میکنی؟ دو حالا من اومدم پیش تو، دیر تو برای من نمیسوزه؟ اخه ما پیرمرد شدم، از راه منحرف شدم، یعنی نمیتونم راه برم. شما کوتاه بکنید، بیایید پیش ما، دیگر ترک بکن اونجا را. از اونجا چی میخوایی بفهمی؟ دیگر بسته،
بیا تو دامان ما، ما تو رو دوست داریم، بچه ها همه تو رو دوست دارن، برادر، خواهر، همه. تو چرا تر کردی از ما؟ ما چی بی‌وفایی کردیم مگه با تو که اینقدر به خانواده تو ظلم داری میکنی؟ آخر این ظلم هم حد داره، پدر حق داره، مادر حق داره از سر اولاد. شما ترک کردید ما را، شما این همه اومدن، همکارای شما بیشترش هر محلی پنجتا چهارتا اومدن، تو هم یه دیگه بسه باید بیایی اگه چیزی خبری نشود از مادر از پدر، نمیتونی استفاده بکنی، چی فایده داری بیایی؟ الان باید بیایی. محمد جواد گوش بدار به منه، ببین قسم دارم میدم صرف اون خدا، صرف اون پیغمبر، دل تو را بذار برای ما، دل تو برای ما نمیسوزه. این همه دبندگی، این همه فعالیت، این همه آمدن رفتن، حالا باز تو اونجا گیر کردی، شاید ما راه نیاب کنیم. آخر ما هم انسانیم، ما هم پدریم، که آخرت سر تو حق داریم. اما برای تو نامه بنویسیم، واسه تو نامه بخوان، ببین میتونی طاقت ببری، بیا دیگر، بیا بس، بیا از پدر مادرت همراهی بکن، بیا کمک بکن با ما. ما کمک تو احتیاج نداریم، فقط خیمی که تر بیدنیم، تو پیش همه زندگی بکنی، همه تر دوست داریم، همه دوست داریم تر که تو همی همراه زندگی بکنی. ما حالا بربت چه غیب بکنی؟ او چه ایسای آخر چی بخامستی وی بسر؟ بیا دیگر، ده بست، ده اینقدر ما عذاب بدهی، ما چشمندزاری داریمی، چشمندزاری چی غیب بکنی؟ بار آبادی که با موی شمار بگفتن، شما بگفتی من ندارم آبای من، زودتی دیگران با ما داد، تو هم بیه ده، تو مغیر از اوشان کم تری، تو از اوشان زرنگتر بیگر، چرا اینقدر سخت دیر بواستی؟ مگر که پیرمار دوست نداری، ده اینقدر بست ده، بیرحمی اینقدر بست، امرم پذاریم، حق داریم تیستر، سوارش نامدارم، نامه بنویشتیم تره که تو بخنی، بایی نامه تیده سمرسی همه را زنگ بزن، اما شمار تلفن هم نامی هم نویسیمی که باید تلفن بزن همه را که خیلی بایی همه را صحبت بکن، شماره بگی بخانه شب صحبت بکن، می آورا بذار یه قدری همی دل باز آور به انتظار تو بسی. اگر ده این قدرم بغیر ست دیب تو بودی، تو هر قدر زودتر بایی بهتره، بیا با ما برس، بیا بدا ما از راحت زندگی بکنیم، شب دیاد فکر نکنیم، پر رفتقا بگردیم ادرف، بگردیم ادرف تیجای خالی دینیمی، الان سمه در سنگ دیدی، الان راحت تنی بایی، الان آزادی، اونجور سخت نیه، بیه سر نامه بزنیمی که بایی نامه بخن، گوش بدهی جواد جان، التماس کدن درم از تو که دل راضی بکن، بیه پسر، بیه برارزان، پسر آمو، پسر دهی، دختر خوهرتو، اولاد خوهرتو، همه چشمندزاری درده کسا دیه بیدنه که تو چره همه را تر کدن داری، اگر دیم اون طاقت که ندارم جواد، چقدر عجزداری بکنم، یاد آیه سر بومی ویا که مار تا خانم هر بزه بکفت بمردو بال بار دیمانا، منم هو جریم که دل امره تو سزه بسه، آن پیر پسریه، آن محبت، آن محبت که تو خیلی کارو بکنی، دبیه دی پسر، اما تر دوست درده، اما
اما در دوست داریم، ناراحت نمون، تو فکر نمون که تو خودت گناه نداری، خب پیش ما بشهی جنگ بواسطه، الان جنگ بواسطه الان که نیه، تو تنی بایی ازرای امرا باید غم بخوری، فکر بکنی که پیرم ده پیره و ازکار ده گفت چرا در ده بدبختی بشم در آنیا بکنم بسا چرا کارم کنی آخر من چی بودم تی امرا من جو سر ختمت بودم خاصیم طرف با مویتی دنبال دو بحال با مستی پالو سر بستم بدم سای بکن بیت ران زنم بشم تو چقدر برا عذاب دان داری درد دان داری درد کشن دارم که دل بره نسوزه جواب بودم برا بینس بگورت می دل تره نسوزه یه پیرمار ره چره اما چی بگودیم مگر اما تر بد بزرائی بگودیم بد تر دارن دیگه بگودیم امی دسترس باز ختمت بگودیم بعدم بیه ختمت کنیم بعدم تو فکر لون تو تنهایی یه دیره بسته تو بیه اما جبران کنیم اما فامنین خودم ناراحت نبا بون هیچ بیه تی دیر راضی بگو بسر بیه تیر آخرین بدای منه این چه گفتن در مادره بیه بیه ده بسر چادر رانیا بکنم چادر تو رتخاب بگدم اترک اترم اترک اترم مر خواب نگیره گه مر خواب نگیره من تا صبح تو فکر تویم نانم تو در فکر من یسی نانم الان خب مال مربطه خدا درم مشتبنا بابا من تر صبرم با خدا با ایما بیه تر غستم دان درم رحم بکن با عالم رحم بکن با عالم مادر تو رحم بکن برادر خواران تو همه چشمنداری درده که تربید نهد همه آرزو کشده که تربید نهد من آرزو کشم به تربید نهد تی دامادی بیدنم تر زن بدم تر فعالیت بکنم جواد می حرف گوش بکن می حرف گوش نکنی نتنی می جواب بدیه و دنیا می جواب دادن نتنی برنگه ظلم آکار کسی دیتی جلوی نیگره که بسر بیه آنم ایتا از روغا شما بمود استانشین بمود اما خوشه می نفالو الان تره نامام نمیشتن درم فدن درم زنگم تلفنم اجر نوبت بگیرتم ویا و آقای باشتیم که تره بیدنه تو صحبت بکنیم امره آمدن صحبت بکنیم مر خوشحال کنی جواد جواد دیگه بست جواد چادر زور آقا چادر چشمه برا چشمه را چادر آرزو اما تر دوست داری بسر بیا تو گناه نداری همون قسمت تو عطا بو الان باید تالیت بکنی بایی الان بیا جوران بکن جوران بکن ده بیا ده بیا جواد جواد بیا ده بست زور این دادم به پدر مادر زور نکنه جواد جواد آرزو داره و مطر بیدنم جواد آخه دو چطر رانی هم کنم چشم از دستان دارم عقل از دستان دارم زندگی از دستان دارم تو نامید نبامون بیه 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 جبران کنیم بیه یه نتنم صحبت بکنم طاقت بدارم یه طاقت بدارم و هر بزارم بسر کار ناری مرا در قصدن دم درم بگم خدای نزید بیا بیا و در بیدنم بیمیرا بله دوستان عزیز شاهد بودید که این پدر که میگه چشمامو از دست دادم دیگه توان راه رفتن ندارم به پسرش میگه بیا و صدای گریه و زاری خانواده‌ام میشنیدید و
نمیدونم باید کسی قلب و دل سنگ داشته باشه تا به اینا بگه مزدور. اجازه بدید من ارتباط رو برقرار کنم با آقای ساغرچی و امیدوار باشیم که این بار وصل بشه و بتونیم با هم این گفتگو رو به پایان برسونیم. متاسفانه باز اینجا نشون میده که این الان سفید شد، قبلا قرمز بود. آقای ساغرچی اگه صدای منو میشنوید امیدوارم که این بار قطع نشه تا این صحبتای این پدر. من ویدیو رو یه مقدار اولش نگاه کرده بودم، تا آخر متاسفانه نگاه نکردم. وقتی که حالا دیدم آدم یه مقداری اصلا متاثر میشه. هستید شما؟ بله من جد میکنم که چی میفرمایی؟ میگم اینترنت من هیچ مشکلی نداشت، آنتنش کامل بود، چرا قطع شد نمیدونم. به این آنتنا شما اطمینان نکنید، ما اینجا انقدر مخصوصا تلفن‌های دستی نشون میده رسپشن خوب، آنتن خوب، ولی تماس برقرار نمیشه. در هر صورت حالا امیدوارم که با همین آدیو کار کنه. من عکس شما رو گذاشتم. ضمناً فیسبوک شما چی شده الان؟ فیسبوک مرداد ساغرچی پیدا نمیشه. من فیسبوک ندارم، فیسبوک چیز ندارم. پس من قبلا عکسای شما رو از کجا میگرفتم؟ الان عکستون از روی کانون آوا. ولی من فیسبوک خانوادگی در فیسبوک اونجوری ندارم باز باشه. مگر اینکه بخواید فیسبوک در واقع یه چیزی که فقط چند تا خبر و اینا هستن. نه خب مثلا بچگی از اون فیسبوک. بله. بله متاسفانه باز هم ایشون قطع شد و اجازه بدید دوستان من به شما نشون بدم که این کامپیوتر یا به اصطلاح اسکایپ چگونه اونم میگه که ارتباط خوبه. بعد ببینید الان اینجا قرمز نشون میده، وقتی که ارتباط اینجا رو میگم، این علامت ها، وقتی که ارتباط خوب باشه برقرار باشه سفید، وقتی که با مشکل ایجاد به اصطلاح روبرو بشه. حالا ببینیم که الو جانم بفرمایید. من جام یکم تغییر دادم توی خونه ببینم که ممکنه دیگه چون تصویر نمیدم جامو تغییر دادم ببینم صدا چطوره. الان صدا خوبه؟ الان صدا عالیه. شما اگر میخواین دنباله همون سوال قبلی موقعیت مجاهدین رو بگید، اگه نه به تاپیک بعدی چون یه مقدارم وقت گذشت به اون به اصطلاح برسیم. هر جور که نظر خودتون هست. من خلاصه یه کوتاه راجع به این ویدیو توی دو خط میگم و بعد دیگه ادامه میدم. بفرمایید. بله داشتیم با عرض معذرت که بالاخره اینترنت ما قطع شد و یک جای رشته سخن برید، ولی بینندگان ویدیویی رو دیدن در واقع پدر آقای نوروزی بودش که با در واقع با التماس از بچه خودش میخواست که در واقع این امکان رو بهش بده که به هر حال برای یک بار هم که شده همدیگر رو ببینم. اما واقعیت اینه که کسی که در درون سازمان اسیر هستش خودش اجازه این کاری رو نداره، و اگر کسی هم تصمیم گرفته که در درون سازمان بمونه، اگر همچنین اراده‌ای رو بکنه در واقع با عواقب سختی روبرو خواهد شد، چون که به اونها به اجبار گفته شده شما باید در مقابل خانواده‌هاتون موضع‌گیری کنید و اونها رو کاری کنید که دیگه در واقع در اطراف مقرهای مجاهدین و این پیداشون نشه و جرأت چنین کاری رو نکنن، و این در واقع یکی از غیر انسانی ترین و در واقع ناپسندیده ترین رفتارهای مجاهدین هست. شاید من اگر آنچه که مجاهدین با خودم کردن و در واقع دروغ‌ها و بلایایی که سر خود من آوردن و آنچه که از عمر جوانی از ما گرفتن بر سر وعده های پوش رو خیلی موقعا بیان نکنم و یا چشمم ببندم و بگم که گذشته، اما اون چیزی که داره با این افراد در واقع پدر مادرها و اعضای خانواده هایی که هیچ گناهی ندارند در واقع در اون قسمت داستان،
و اینها اینطوری از طرف سازمان تنبیه میشن و اینطوری به در واقع اشد مجازات محکوم میشن، من این رو نمیبخشم هیچ وقت و تا اونجایی که بتونم من و ما و همه جدا شده در این مهم افشاگری میکنیم و دست سازمان رو میکنیم و میگیم که این یک بازی کثیف سیاسیه و در اینجا دیگه جایز نیست که ما بگیم که در واقع این هم به مجاهدین مربوط میشه و به تشکیلاتشون. اگر اجازه بدید، اگر صدای من خوب داره میاد و اینطوری میتونیم ادامه بدیم، ما بریم به بحث بعدی. صداتون بسیار عالیه، بفرمایید. خواهش میکنم. در واقع بحث بعدی ما که همینطوری که شما نوشته بودید در پایین سایت و در واقع به بحث های روز ما میخوره، بعد از اتفاقات جدیدی که در منطقه افتاد به خصوص در چند هفته گذشته، باید یک بار در واقع نگاه کرد که موقعیت فعلی مجاهدین کجاست. من چند روز پیش مقاله نوشتم که میتونید در سایت کانون آوا و سایر سایت ها این رو ببینید. در واقع در اون چیزی که تحلیلی از سال 2015 هستش و اون چیزی که به نظر بنده دیده میشه در ظاهر عام که میبینیم در افسانه‌های دنیا حرکت‌های تروریستی میشه و گروه‌های تروریستی دارن خودنمایی میکنن و انگار که دوباره دنیا به یک برگشت به عقب کرده، اما به نظر بنده اینطوری نیستش. همون که اونجا هم نوشتم، به نظر بنده این آخرین نفس‌های چنین تفکراتی و چنین اندیشه‌هایی و چنین رفتارهایی در کل پهنه گیتی هستش. این هم در واکنشی هستش که مردم دنیا نشون دادن به در نی بزرگی که به تروریسم گفتن در اقصی نقاط دنیا از پاریس گرفته تا سوریه و عراق و لبنان و بقیه جاهای دنیا. واقعا دیگه در دورانی به سر میبریم که پایان این وحشیگری هاست، پایان این نوع اندیشه هاست، پایان این نوع افکار هاست. هرچند که به ظاهر اینها دارن قدرت نمایی میکنند، البته اینها قدرت نمایی نیست، اینها جنایته، اینها وحشیگریه که دنیای متمدن اینها رو نمیپذیره. به خصوص که ما میبینیم الان حتی در کشورهایی که در واقع کشورهای اسلامی که این گروه های به اصطلاح مثل داعش و طالبان ازش بیرون اومدن، مردم اونجا هم به مقابله جدی بلند شدن، مثل افغانستان که میبینیم خود اونها دیگه طالبان رو نمیپذیرن، مردم عراق دیگه وحشیگری های داعش و مردم سوریه هم همینطور و هر چیزی از این قبیل، در واقع نیروهایی که حالا تحت عنوان حکومت یا غیر حکومتی، کسانی که دست به سلاح میبرن و به روی مردم باز میکنن برای تثبیت حکومت و قدرتشون و این که فکر میکنن بیشتر از دیگران میفهمن و این که فکر میکنن اگر به قدرت برسن میتونن مردم رو خوشبختر و در واقع کامیابتر کنن، اینها دوران پایانیش نزدیک شده و به نظر من اینها زورهای آخرشون میزنن و حرکت هایی که در سراسر دنیا داره در مقابل اینها میشه. میبینیم جنگ آمریکا و کوبا که جنگی 50 ساله لفظی بود، اما در این حال دو تا کشور همسایه که قطع رابطه بودن بعد از 50 سال هم نزدیک شدن و اتفاقاتی که در این سوی کره خاکی به وجود اومد و به خصوص تضاد آخری که در واقع بین کشور عربستان و ایران در واقع دو قطب بزرگ در واقع مقابل هم اسلامی میبینیم، اینها هم داره به اوج خودش نزدیک میشه. یعنی که همه منطقه و همه جهان به نوعی تعیین تکلیف میشه و این تعیین تکلیف مسلما به سمت صلح و پایداری میره، مسلما به سمت خب متاسفانه امروز اینترنت با ما به اصطلاح مهربانی نمی کنه و قطع شد. باز هم حالا دو تا فیلم هست که دوستان ارسال کردن که اگر این مسئله اینترنت به همین صورت باشه اونها رو پخش کنیم. اجازه بدید که من ببینم اگر این فیلم ها
چون وقتی که اینها میفرستن ما باید توی دستگاه به اصطلاح ضبطش کنیم، نمیتونیم مستقیم از یوتیوب نشون بدیم. ببینم اگر اینها ضبط شده و آماده شده اینها رو به شما نشون بدیم تا شاید هفته آینده با آقای ساغرچی باشیم. آها، ضمناً یکی از دوستان آقای ساغرچی نوشت که به آقای ساغرچی بگو اون خطایی که نشون میده به اصطلاح قوی بودن سیگنال رو نشون میده که اون دستگاهی که شما گرفتید با اینترنت ارتباط خوبی داره، ولی اون اینترنت اگه با بیرون قطع باشه میگه اون وقت این مشکل چیز میشه. الو جانم بازم پوزش ما رو بپذیرید، صدا قطع شد. نه، این اشکالا پیش میاد، دوستان هم میدونن، من بارها گفتم، حتی تلویزیونای بزرگ CNN نمیدونم کانالای آمریکایی وقتی که با اینترنت میخوان این کارا رو انجام بدن، اونها که وسایل بزرگ دارن، ماشینای بزرگ دارن، آنتنای بزرگ، باز این مشکل هست و هیچ وقت نمیشه، یعنی هیچ گارانتی داخلش نیست. در اصل من ممنونم، گوش میدم به صحبتهای شما و با هم برنامه رو پیش میبریم. بفرمایید. بله، من بازم عذر میخوام، به هر حال هم رشته کلام از هر دو سو قطع میشه و کار مشکل میشه. در هر صورت من سریع ادامه میدم که در واقع این تضادهای منطقه‌ای به ظاهر برافروختن جنگ‌های به اصطلاح کوتاه مدتی هستش، تضادهای کوتاه مدتی است، اما اینا به سمت صلح میره و من خودم خوشبین هستم که اینها در واقع پسمانده‌های تفکراتی هستش که در از دهه‌های قبل باقی مونده و تا به امروز ادامه پیدا کرده. در نتیجه مجاهدین که خودشون به عنوان یک گروه‌های مسلح مستقر در منطقه هستن، هرچند که سلاح دستشون نیست، اما چنین تفکری رو دارن و چنین خواسته‌ای رو دارن و چنین ایدئولوژی و استراتژی رو دارن که برای رسیدن به هدفشون باید بدون استثناء از سلاح استفاده کنن و غیر از این در واقع هیچ تئوری و راهکار دیگه‌ای ندارن. اینها هم محکوم به حذف هستن و این تحولات به خصوص در سال 2015 و آغاز 2016 هرگز و هرگز به نفع مجاهدین نبوده و نخواهد بود و شما می‌بینید کماکان مجاهدین با در واقع حضور غیر ملموسشون در سوریه و همینطور در عراق به این جنگ دامن می‌زنند و طرفدار ادامه این جنگ‌ها و این در واقع بلبشوی حاکم هستند. اگر اجازه بدید ما یک اشاره هم بکنیم در واقع به بحث در واقع سطحی بعدیمون که در واقع کارنامه مجاهدین بعد از مسئله برجام هستش. بله، اجازه بدید من به دوستان بگم که این پرسش ها یعنی یا تاپیک ها یا موضوعات از یکی دو روز قبل معمولا روی وبسایت کانون آوا هست. من سعی میکنم اون رو روی فیسبوک مردم تیوی هم از قبل بذارم، مثلا این از دیشب ساعت 12 شب رفته اونجا و شما میتونید این موضوعات رو اونجا ببینید، چون بعضی ها ایراد گرفتن که آقا اینها نوشته میذارن جلو شما و میخونید. خب اصلا اشکالی نداره، من بارها گفتم من نه داخل مجاهدین بودم، نه کمپ اشرف بودم، نه کمپ لیبرتی بودم و این دوستان خودشون میگن که برنامه امروز در چه موردی هست. بنده اینجا به عنوان مجری این رو اعلام میکنم تا اینها بتونن بهتر در مورد صحبت کنن و این رسم تمام تلویزیون هاست. لطف کنید درباره موقعیت مجاهدین بعد از توافق برجام و توافق کامل هسته‌ای غرب با ایران صحبت کنید. و همین چند روز گذشته دیدیم که این توافق برجام واقعا نشون میده که عمل کرده و رابطه ایران و آمریکا خیلی بهتر از قبل شده. در اینش همین درگیری بود که 10 تا به اصطلاح سرباز یا کادر نیرو دریایی آمریکا رو ایران گرفت و آقای جان کری از اونها خواست که اینا رو آزاد کنند، بعدم تشکر کرد ازشون، هیچ مشکلی پیش نیامد مثل قبلا. و باز به مجاهدین باید پیشنهاد کنیم که اگر نشسته بودید به این امید که بین ایران و آمریکا جنگ بشه، این امیدتون هم که ناامید شد. صحبت کنید آقای ساغرچی شما درباره توافق برجام بعد از برجام و توافق کامل هسته‌ای غرب با ایران. ولی اگه قبلش به من اجازه بدید، شما درباره سوریه صحبت کردید، اگر مجاهدین در سوریه
می جنگن بر علیه بشار اسد می جنگن دیگه، درسته؟ بله بله. خب از طرف کی به اصطلاح تغذیه میشن از لحاظ حقوق، از لحاظ امکانات؟ کسی به غیر از عربستان سعودی مثلا پشتش هست یا همین هست؟ ببینید آقای سوربی، اولا داخل پرانتز ما یک درخواستی همیشه از همه کسایی که شنونده و بیننده برنامه شما بودن، به عنوان کسایی که به عنوان جدا شده مصاحبه کردیم، درخواست داشتیم و بسیار هم مصر بودیم که اگر که بیننده ها و شنونده ها سرتیتر بحث های ما رو به عنوان درخواست متقاضی بکنن باشن که در چنین موضوعاتی صحبت بشه، این برای ما بسیار 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 جالبتر هستش. چرا که متوجه میشیم که اون کسی که شنونده برنامه هست در چه زمینه ای سوال و ابهام داره و در چه زمینه ای به دنبال اطلاعات هستش، و این برنامه ما رو هم ارتقا میده و هم از این حالتی از قبل برنامه ریزی خارج میکنه. اما در هر صورت اگر برنامه ریزی نباشه، ما اینجا میایم یه مجموع حرفای پراکنده میزنیم که در نهایت هیچ کسی از این مصاحبت ما هیچ سودی نخواهد برد به جز اینکه وقتی تلف نمیشه. این از به اصطلاح داخل پرانتز درباره صحبتی که شما فرمودید که به هر حال ممکنه به شما بگن که این از قبل نوشته شده یا شما از رو نوشته میکنید. طبعا نمیشه از روی نوشته چنین مصاحبه‌ای رو اجرا کرد الا اینکه فقط سرتیتر بحث مشخص کرد و یک آمادگی قبلی داشت. ممنونم، شما خیلی قشنگ توضیح دادید. آقای ساغرچی، من قبلا هم به شما اینو گفتم، شما قبل از اینکه با سازمان مجاهدین باشید شغلتون چی بوده، کارتون چی بوده؟ شما خیلی متین صحبت میکنید، خیلی منطقی صحبت میکنید، مثل یه معلم با صبر و حوصله هستید. و چه کار میکردید که بعد به سازمان مجاهدین پیوستید؟ راستش من خیلی جوان بودم که اسیر شدم در واقع. خب من قبل توی سازمان من میدونم که شما ورزشکار هستید، ورزش های رزمی میکنید، شاید این دلیل شده که شما خودتون رو میتونید اینجوری کنترل کنید، قشنگ توضیح بدید، عصبانی نشید. اینها یه چیزی میخوام یاد بگیرم از شما، چه کار میکنید، سرتون چیه، به منم بگید. خواهش مهمه. ببینید البته که شما شکست نفسی میفرمایید، شما در موقعیتی هستید کارتون ایجاب میکنه که در واقع همیشه نظرهای مخالف رو بشنوید و در واقع با سعه سعد با بردباری جواب بدید. ما از شما یاد میگیریم، در واقع این بی‌تعارف میگن، ما همیشه این مصاحبه ها و در واقع میدونیم که شما هم تو اینجایی که نشستید خیلی در واقع مورد توهین و آزار از سوی مجاهدین یا کسایی که در واقع بر نمیتابن این نحوه صراحت بیان شما رو. اما من یه چیزی رو فهمیدم و اون این که در واقع دنیای امروزی با فحش و عصبانیت و در واقع پرخاشگری و این چیزا هیچ وقت در هیچ موضعی ما پیروز میدان نیستیم، در هیچ، حتی در رفتارهای شخصیمون. من یک کمی هم در دورانی که توی ایران بودم معلمی کردم، اما بیشتر در واقع مربی ورزش بودم، هم برای معلولین هم برای بچه های نابینا. مدتی من افتخار اینو داشتم که در شهر همدان اونجا من به اصطلاح مربی ورزش اونها بودم، در مرکز نابینایان اداره بسیستی همدان، و همینطور در به اصطلاح ورزش های چنگانی معلولین اونجا هم مدتی برای دو میدانی با ویلچر و همینطور بسکتبال با ویلچر مربی بودم، و همینطور تنیس روی میز در قسمت نونهالان مربی بودم. این افتخار داشتم و همینطور هم در قسمت فقیرنشین همدان به تابستان ها برای بچه های دبستانی، ما اون موقع که در واقع سنمون 17 یا 18 سال بود، درس میدادیم، معلمی میکردیم. اینا در واقع جز افتخارات بنده است و همیشه به اون روزا فکر میکنم و سرشار میشم از این که به هر حال تونستم اون چیزی که دوست داشتم انجام بدم. اما امیدوارم یه روزی در بله بفهم. من میگم پاسخم رو گرفتم، همین بود. رازش اینه که شما از جوانی معلم بودید با صبر و حوصله، و باز چقدر قشنگ توضیح دادید که با توهین و تهدید و اینها نمیگذره. حتی توی آمریکا چند روز پیش آقای اوباما سخنرانی داشت، بعد یک خانم
سناتوری هست آمد، با وجودی که از حزب ریپابلیک بود و حزب جمهورخواهان، به همون همکار به اصطلاح کسی که قرار نامزد جمهورخواهان هست، به اون گفت که شما نمیتونید با داد زدن و فریاد زدن صداتون رو به گوش مردم برسونید، و این حرف شما خیلی قشنگ و دلنشین بود. ممنونم از شما. من قول میدم دیگه حرف شما رو قطع نکنم و فقط شنونده باشم. بفرمایید. اتفاقا من خودم خیلی دوست دارم که بحث ما از یک حالت خوش بودن در بیاد، چون در واقع مصاحبه های تلویزیونی وقتی که حالت از به نظر خود من وقتی از حالت رسمی بودن در بیاد بیرون، به نظر من قشنگتر به ثمر میشینه، چون که بعضی موقع ممکنه که آدم ها به خصوص آدم هایی مثل ما ها که روی پیشونیشون نوشته یه مدتی توی تشکیلات بودن، آدم های خشک و بیروح و در واقع نامنعطفی به نظر میرسن که عمری رو در واقع در فشار و در چیز بودن و حالا هم همینطور ادامه داره، آدم های اخ در همی هستن یا به هر صورت. اتفاقا این چیزا این ابهاما رو میریزه، چون که واقعیت اینه که تک تک ماهایی که در اون محیط بودیم عاشق زندگی بودیم، عاشق زنده بودن، عاشق انسان بودن و عاشق این بودیم که از زیبایی‌های طبیعت و همه زیبایی‌هایی که در واقع در اختیار ما قرار گرفته با به دنیا اومدنمون تو این دنیا ازشون استفاده ببریم، ولی به دلایل خیلی خیلی مختلف و پیچیده‌ای که حتما خیلی چیزاشو مردم میدونن و بازم بیشتر خواهیم گفت، در یک اینطور مسیری قرار گرفتیم. شما به من یادآوری کردید. آره، منم اتفاقا چند وقت پیش از همین آقای اوباما، چند وقت پیش که نشاید مربوط به 2-3 سال پیش بود، در یک در واقع یک کنفرانس مطبوعاتی بود که یک کسی در واقع توهین کرد به آقای اوباما و خیلی شدید بود، و من قشنگ یادم اون موقع معاونشون هم کنارش بودم و به معاونش گفتش که به نظرتون من بعد اجازه بدم بهش صحبت کنه یا نه، چون من فکر میکنم که این داره به من مهم نیستم، به سایرین داره بی احترامی و بی ادبی میکنه. و خیلی جالب بود که همه فکر میکردن که الان آقای اوباما به خاطر کار تبلیغاتی شده بهش میگه ادامه بده، و گفتش که لطفا برو بیرون و تو اجازه نداری صحبت کنی، چون که اینجا تو حق سایرین رو میخوری. بله، همینطوری ما هممون در این دنیایی که تبدیل به دهکده جهانی شده از همدیگه به سرعت یاد میگیریم و سعی میکنیم که عوض بکنیم. به خاطر اینکه خیلی از بحث دور نشیم، من و وقت زیادی هم نداریم، یکی از دوستان گفتش که این برجام برای من نوشته بود که واقعا برجام یعنی چی، این به اصطلاح یک کلمه چیزیه. من شنیدم که حتی آقای کری هم از برجام هم برجام استفاده میکنه که در واقع برنامه جامعه اقدام مشترک محسوب میشه بین گروه 5 به اضافه 1 و ایران در رابطه با در واقع توافقات هسته‌ای. این توافق هسته‌ای یک تأثیر بسیار بزرگی بر روی در واقع تضادهایی که سالیان بود بین غرب و ایران به اصطلاح بود انجام شد. وقتی صحبت از ایران میکنیم در واقع قلب استراتژیک خاورمیانه و کشوری که تضاد و جنگ باهاش میتونه روی تمامی دنیا در واقع تأثیر داشته باشه، صحبت از فقط یک کشور و یک کشور 780 میلیون نیست. موقعیت استراتژیک ایران این در واقع حسن یا ضرر رو برای در واقع دنیا درست کرده که همیشه باید توجه کرد که در واقع سیاست در اون منطقه به کدوم سو میره. کما اینکه الان تضادی که بین عربستان و ایران پیش اومده، بسیاری از کشورها اینجوری من الان در خبرها خوندم که رهبر چین هم در واقع رئیس جمهور چین هم داره به ایران و عربستان مسافرت میکنه به ظاهر برای مسئله در واقع. بله دوستان عزیز، متاسفانه این اشکال هنوز هم هست و من خوشحال بودم که ایشون با جابجا شدن خودش در اون ساختمانی که هست رفع شده، ولی مثل اینکه نشد. و الان من صدای شما رو دارم. آها خب بله، ما هم صدای شما رو داریم، بفرمایید. شما صدای منو دارید؟ بله بله بله، بفرمایید. جانم بفرمایی. نه متاسفانه باز هم قطع شد.
بله. صدای منو دارید شما؟ بله. جالب، شما وقتی هم وصل میشید اینجا هیچ به اصطلاح به ما خبر نمیده، وصل میشه ولی خودش مجددا قطع میشه. حالا ببینم اگه میتونید صحبت کنید، بفرمایید. بله، در نتیجه این من صحبت کردم که برجام در واقع به نقطه‌ای رسیده و با نزدیک شدن به این توافق کامل و در واقع توافق کامل که انجام شده در واقع درباره عملی شدن داستان برداشتن تحریم‌ها و باز شدن مسیر برای بقیه چیزها، این موقعیت رو برای سازمان مجاهدین به طور خاص که در واقع سرمایه گذاری اصلیش درباره در روی جنگ احتمالی غرب، آمریکا و متحدینش با ایران بر سر مسئله هسته‌ای بود و این در واقع یک در بیلان مجاهدین یک کارنامه شکست کامل سیاسی استراتژیک 20 ساله بود. برنامه‌ای که از 20 یا 24 سال پیش روی سرمایه‌گذاری کرده بودن که یک روزی در واقع با اقدامات اونها به زعم خودشون افشاگری و در واقع به خیال مردم ایران با خیانت‌هایی که کردن در واقع این پرونده بسته شد و اونها فکر می‌کردن که اگر این پرونده رو اینطوری به مقصد برسونن اینها برنده داستان هستن در جنگ احتمالی در واقع به حکومت و قدرتی که آرزوی شبانه روز سال 50 ساله رهبر مجاهدین هست خواهند رسید، که البته این هم باید در واقع جزء بزرگترین شکستای در واقع سال 2015 که نتیجه سیاست‌های غلط خودشون و رهبری مجاهدین دیده شد و حضورش در عراق. نکته بعدی، صدای منو شما دارید؟ بله بله. الو. بله صداتونو دارم، بفرمایید. بله. من یک لحظه تصویر شما در واقع این صفحه رفتش و فکر کردم که صدا رفته. موضوع بعدی در واقع من چقدر دیگه وقت دارم آقای صوبی؟ الان اینجا 1:06 از حدود 54 دقیقه. اگه 2-3 دقیقه زودتر بخوایم قطع کنیم حدود 50 دقیقه وقت داریم. ولی دو تا فیلم داریم که یکیش 40 دقیقه است، یکیش 22 دقیقه است. هر وقت دیدید اگر دیگه شما خسته شدید، چون من میدونم خیلی هم قشنگ شما گفتید، وقتی این اشکالا پیش میاد، بله متاسفانه باز هم همین قطع شد. این وقتی که چیزای تکنیکی درست کار نمی کنن، درست من یاد موقعی میفتم که ماشین آدم خراب میشه، موقعی که این ماشین داره میره هیچ کدوم اصلا نگران وزنش نیستیم که این ماشین چند هزار کیلو وزن داره و چند کیلو هم مسافرها سوارش هستن، ولی وقتی خراب میشه و ما میخوایم این ماشین رو هل بدیم حتی ببریمش چند قدم جلوتر، اون وقت میفهمیم که این چقدر سنگینه و چقدر زحمت میکشیده این موتور و انجین و اینها. در صورت حالا اینجوری هست، من نمیدونم، شاید باید امروز اون فیلم رو به شما نشون بدیم. دو تا فیلم دوستان فرستادن، گفتن که اگر این اشکال باقی موند اون رو نشون بدیم و هفته آینده اگر بشه، یا اینکه از آقای ساغرچی بخوام، چون ایشون ویدیوهایی هم که درست میکنن اینها خیلی قشنگه و خوب درست میکنن، بخوام که این موضوعات رو خودشون در یه ویدیوی، دو تای اولیشو گفتیم، دو تا سه تای دیگه مونده، دو تای دیگه مونده، یکیش موقعیت مجاهدین بعد از انتقال کامل از لیبرتی به اروپا و آلبانی چی هست، یکی دیگه آنچه که رهبری مجاهدین از اعضا و نیروهایش میخواهد چیست، واقعا چی میخواهد از اینا. یه جا میگه هر کی خواست بره، یه جا پدر مادرها که میان میگه شما اگه رفتید اینا مزدوران، فکر کنم خودشون هم حقیقتا گیجن. ای کاش که از سران مجاهدین یا یکی از مسئولین حاضر می شدن بیان صحبت کنن. من بارها از آقای فیلابی دعوت کردم، بعدن متوجه شدم که ای بابا این چه سازمان مخوفی هست که آقای فیلابی با این قدرت و هیکل و جثه و مقام اینجوری وحشت داره که بدون اجازه اینا حتی آب بنوشه و می گفت که برای مصاحبه کردن ما باید اجازه بگیریم. اول که می گفت که من مجاهد نیستم و من هوادار ساده ای هستم، بعد گفتن ما عضو شورای نمیدونم، اینقدر اسم دارن که دیگه آدم نمیدونه، شورای ملی مقاومت هستیم چی هستیم، و
خلاصه میدونید فقط سازمان هایی که حرکات کالت یا فرقه یا سکت رو انجام میدن اینجوریه که فقط یک نفر در رأس تصمیم میگیره کی چی بگه، کی کجا بره، و همه مثل برده بدون اینکه فکر کنن فقط دنبال روی اون هستن. اینجا باز هم از مجاهدین تقاضا میکنیم که بیان و مطمئنیم اونها اینترنت بهتری دارن، چون پولای صدام حسین هنوز باقی است، سرمایه گذاری کردن تو کشورهای دیگه و هنوز هم درآمدهایی از این ور اون ور دارن. خب آقای ساغرچی اگه هستید که ادامه بدیم، اگه نه ما بریم اون فیلم رو بذاریم. من به نظرم ما یک بار دیگه شانسمون رو امتحان کنیم و صحبتمون رو ادامه بدیم، چون که کار بسیار مشکل میشه برای من شخصا. این که خودم وایسم به روبرو دوربین برای خودم صحبت کنم خیلی کار سختیه. نمیدونم شما این کار رو میتونید انجام بدید یا نه، ولی اینکه من خودم از خودم برنامه ضبط کنم به نظرم کار سختی هستش. قربانت برم، من هر روز دارم این کار رو انجام میدم و همون ضرب المثل کار نیکو کردن از پر کردن است. یا وقتی که یه چیزی رو توی ورزش هم داریم که میگن practice make it perfect، یعنی تمرین که میکنی شما رو به اصطلاح به اون مقام بالاتر میرسونه. در صورت ممنونم. اوکی من ساکت میشم، شما صحبت کنید. و بله میدونم مشکله وقتی که کسی نباشه. ببخشید اوائل که ما این کارو میکردم فکر میکردم دیوونه شدم با خودم دارم صحبت میکنم ولی یه آزمایشی هست، میشینید جلو آینه صحبت میکنید یا میشینید باید ضبط میکنید، ضبط شده رو نگاه میکنید. اینا کلاسایی که برای مجری برنامه بودن، برای تهیه کننده بودن هست. اینجا اینا رو یاد آدم میدن، این روزا که روی اینترنت هم هست. ولی من اون احساسی رو که شما میگید کاملا میفهمم، به همین دلیل ساکت میشم و امیدوارم این بار درست باشه. بفرمایید. البته بحث قسمت اصلی حرف من اینه که وقتی که با شما صحبت میکنیم آدم به قول معروفی زبانش و به اصطلاح دلش گرم میشه و میتونه صحبت بکنه. وقتی که در صحبت روبرو با هم دیگه هستیم در واقع حس دیگری داره، چون که در این تبادل صحبت هستش که به اصطلاح زبان آدم باز میشه و افکار آدم باز میشه. و نکتتون درست هست. در واقع ما در کارنامه 2015 مجاهدین بحث انتقال افراد بوده به آلبانی. من میگم آلبانی و نمیگم به غرب، چون که درصد بسیار زیادی، شاید 100 نفر از کل اون تعداد، شاید هم کمتر، تونستن به کشورهای دیگری برن. و در واقع اون چیزی که تصمیم گرفته شده آلبانی به عنوان سکوی، نه برای رفتن به کشورهای غربی، بلکه سکوی برای نجات پیدا کردن از جهنمی به اسم عراق و لیبرتی. این هم باز در واقع قسمتی از پرونده به اصطلاح شکست خورده مجاهدین، کارنامه مردودی مجاهدین هست. چرا که باز هم همینطور که در اون قسمت ابتدای بحث گفتیم، با اصرار بر این که ما ماندنمون در عراق بسیار مثبت خواهد بود، افراد رو در تا اونجا که تونستن کارشکنی کردن. و خنده‌دار این که به مناسبت‌های مذهبی هم اون قراردادی که داشتن، گویا یک تعدادی در، من الان فراموش کردم، فکر می‌کنم شاید 40 نفر بوده در هفته یا یه چنین آماری، اون چیزها هم در واقع به اون قراردادهای خودشون هم که یک روزی به اسم محرم، یک روزی به اسم ماه رمضان، یه اسم به هر بهانه‌ای که شده هر چقدر تونستن کم کردن. و هر چقدر هم تونستن افرادی رو که در واقع اون درجه از وفاداری و مانگاری به نظر خودشون داشتن بیشتر منتقل کردن، و اونها که حلقه ضعیف در به زعم مجاهدین البته بودن، یعنی اونهایی که با مجاهدین زاویه و تضاد داشتن، اونها در واقع نگه داشته میشن تا آخرین لحظات. و این هم بدترین بخش داستان این هستش که در واقع اونها گوشت مقابل توپ هستن. اگر بدونید که در واقع در اخبار شنیدید که در موقع اخیر دوباره خمپاره باران شد و
اون ساعتی بود که یکی از نشست‌های غسل هفتگی، معروف به غسل هفتگی، نشست‌های تفتیش عقاید و تفتیش افکار افراد انجام می‌شد و در واقع اون خمپاره درست به اون محل جلسه خورد و اون افرادی که همه از لحاظ تشکیلاتی در یک لایه بودن در اون نشست کشته شدند و این را هم باز رهبری مجاهدین به گردن جدا شده ها و کسایی که در خارج نشستن به مجاهدین انتقاد میکنن انداخت و این هم قسمت دیگه از کارنامه ردی مجاهدین هستش. اگر صدای من دارید من ادامه بدم. بله بله داریم، بفرمایید. خب خیلی هم عالی. در واقع ما در انتهای بحث یک بحثی هستش که خیلی ربطی نداره به در واقع فقط به سال 2015 و در این حال که ربط داره به این سالیان درازی که افراد توسط رهبری مجاهدین در واقع به زور در عراق و در پایگاه مجاهدین نگه داشته شدن. این که من میگم به زور، شاید اگر با شما دو سال پیش چنین صحبتی رو میکردم این کلمه به زور رو به کار نمیبردم، اما امروز دارم با شما صحبت میکنم این کلمه به زور رو به کار میبرم. شما نگاه کنید وقتی که به افراد اجازه انتخاب نمیدن، مثل این میشه که ببینید شما من داخل یک اتاق بشینم و در واقع در رو روم ببندن و یک فیلم بذارم و به من بگن انتخاب کن. شما نگاه کنید من مجبور هستم اون فیلم رو نگاه کنم، چه کاری دیگه نیمه؟ به من نگفتن که ما 5 تا فیلم داریم، یکی رو تو انتخاب کن و بشین نگاه کن و اون 4 تا فیلم دیگر رو میتونی. در رو بستن و یه فیلم گذاشتن و من کار دیگه ای نمیتونم بکنم. ببینید افرادی که در اونجا قرار گرفتن به زور نگه داشته شدن، حتی به زور بهشون میگن که چجوری فکر کنن، وگرنه شما ببینید با هیچ عقل و منطقی مگر افرادی که دیوانه شده باشن به پدر مادر خودشون بگن مزدور و یا سنگ بزنن به پدر مادرشون، فقط دیوانه ها. ما اون زمانهای قدیم یه رسم داشتیم، میگفتیم که اینایی که دیوونه میشن یه جوری دیوونه میشن که خیلی به این نزدیکاشون آسیب نمیزنن، مثلا میگفتن اگه مامان باباش بره نزدیکش کاری باهاش نداره، حتی دیوانه ها هم 90%شون به نزدیکای خودشون کار ندارن. میبینید این به اندازه این سازمان از اخلاقیات و از به اصطلاح اصول تشکیلات و اصول انسانی و حتی اصول سیاسی دور شده که برای نگه داشتن یه نیرو بدترین اقدامات رو کرده. و برای چرا میخواد نگه داره؟ چون که در واقع تعداد یعنی عدد برای مجاهدین در واقع حکم اعتبار داره. عدد برای مجاهدین از روز اول بسیار بسیار حیاتی بوده. بیرون اومدن از مجاهدین از روز اول تا اونجایی که ما تاریخ مجاهدین خوندیم و از اون موقعی هم که خودمون توش بودیم یکی از بزرگترین مشکلات و معضلات بوده و به گفته خود مسعود رجبی همیشه میگفتش کسایی که میخواید سازمانهای دیگه درشون اعدام هست، کسایی که بخوان ازشون برن بیرون عنوان خائن، ما که این کار رو نکردیم. البته که این یک دروغ بزرگه. در درون مجاهدین در بله دوستان عزیز واقعا عذر میخوام و اجازه بدید که ما همینجا از آقای ساغرچی هم پوزش بخوایم، خداحافظی کنیم، چون میدونم ایشون هم اونجای کمی ناراحت میشه و ایشون درست گفت مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد و وقتی که این دوستان صحبت میکنن چون هم برای من جدیده هم واقعا اینها از دلشون این سخنان رو میگن و باز داریم که سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. شما دوستان هم اگر درباره چیزهایی که این عزیزان گفتن صحبتی دارید، نظری دارید، پرسشی دارید مطرح کنید. در طی برنامه شماره تلفن رو دیدید و بذارید من باز هم اینجا بهتون نشون بدم، این 202-695-2573 این شماره تلفن آمریکاست. با این میتونید پیام بذارید، میتونید تکست ارسال کنید و ایمیلمون هست info@mardomtv.com. باز یه شماره تلفن اینجا میبینید 703-957-6150. ما این رو
کمتر استفاده میکنیم به دلیل اینکه بعضیا به اشتباه با این تکست میفرسن و ما وقتی که نمیگیریم اونها فکر میکنن که ما خدای نکرده کم محلی کردیم، بی احترامی کردیم. اینه که اون 202 بهتره. ایمیل همون info@mardom.tv، کانون آوا هم ایمیل داره، هم وبسایت داره، هم فیسبوک داره، با این دوستان هم میتونید تماس بگیرید. به من یکی دو دقیقه وقت بدید تا من این ویدیوهایی رو که اینها فرستادن، چون یکیش 40 دقیقه است، بله، بذارید اونو براتون بذارم و با هم ببینیم. باز هم از این که این اشکال پیش آمد عذر میخوام. من سعی میکنم با دوستان صحبت کنم تا اگر مثلا این دوستان وقتی مثلا در آلمان هستن، اگر منزل یا دفتر کار یه دوستی اینترنت بهتری داره، مطمئن تره، از اونجا استفاده کنن، یا اگر میتونن از این چیزای بی سیم استفاده نکنن. و با از بس دیگه نداریم هم یادمون رفته، اون موقع بهش میگفتن ایترنت یا کت 5، یه کاتگوری 5 و 6 کیبلای هست که از کیبل تلفن یه مقداری بزرگتره، با اون اینترنت رو وصل میکنیم. میگن اون 1.5 برابر سرعت، بعضی ها حتی میگن 5 برابر سرعت بی سیم هست. خب من ازتون خداحافظی میکنم، فقط یک چند لحظه ای فرصت بدید تا این ویدیو رو من توی سیستم بذارم براتون پخش کنیم. مرسی که با ما بودید، با امید روزهای بهتر. و باز هم از سازمان مجاهدین دعوت میکنیم که بیان در برنامه ها شرکت کنن، حتی ویدیوهای خودشون رو به صورت پاسخ ارسال کنن ما پخش کنیم. یه وقت اگر ما لولو هستیم، از ما وحشت دارن، میترسن، والا نمیدونم، نه شاخ داریم نه دم داریم، به اون صورت میتونن این کار رو انجام بدن. خب یکی چند لحظه با ما باشید. مرسی.
خدا دیگه چه کارش کرده؟ Abo Rajabi.
لطفا خودتون معرفی کنید. من محمد کرمی که پیش از 3 سال تو سازمان مجاهدین بودم که بعد از 8 سال از سازمان مجاهدین در سال 2008 از سازمان مجاهدین موفق شدم فرار کنم. ممکنه بگید امروز برای چی تجمع کردید اینجا؟ تجمع امروز دوستانی که اینجا هستن همشون در اعتراض به وضعیتی که مریم رجبی در واقع برای دوستان ما در لیبرتی در آلبانی به وجود آورده. در واقع امروز سالگرد دستگیری مریم رجبی هستش که در سال 2003 مریم رجبی دستگیر شده بود که در این روز به دستور مریم رجبی نزدیک 10 تن از دوستان ما خودشون اینجا رو به فرمان رجبی آتیش زدن. ما امروز اینجا جمع شدیم همزمان که مریم رجبی در بیلپن در این برنامه داره اعتراض میکنیم به این خودسوزی که این فرمان داد خودسوزی کنن و همین دوستانمون که در آلبانی و لیبرتی اسیرشون کرد. خیلی ممنون آقای کریم، تشکر. ممکنه خودت رو معرفی کنی؟ من زهرا مهاجر هستم. امروز اومدیم به مریم رجبی و فرقه رجبی تعدادی از افراد رو که لیبرتی اسیر کرده و اجازه ملاقات میده رو ما حرفای میلیونی انجام میده و ما اعتراض داریم به این مسئله که چرا افراد رو اونجا اسیر نگه داشته و خودش اینجا در میلیونی برای آدم هایی که از آفریقا میاد، از انگلیس میارن، از جاهای مختلف میارن هزینه میکنن، اما برای اون بچه هایی که 30 سال عمرشون 40 سال عمرشون برای این فرقه گذاشتن هیچ کاری نمی کنن. اونها سران فرقه رجبی اعتماد اونها رو دزدیده، هدف بالا اونها رو دزدیده. اینه که ما امروز اینجا این اعتراض رو داریم به هر شیوه که شده. ما این صدامون رو به صدای اونا می رسونیم که تا چه اندازه می خوان از اعتماد دولت فرانسه سوء استفاده کنن، از مردم فرانسه سوء استفاده بکنن و تعدادی رو اونجا اسیر نگه دارن و این که چرا حرفاشون با عملشون فرق کنن. خیلی ممنون، تشکر میکنم. ممکنه خودت رو معرفی کنید؟ من قربان علی حسین نژاد، مترجم ارشد سابق بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین خلق که بعد از 30 سال از این سازمان جدا شدم. بعد از اینکه منتقل شدم لیبرتی و در اختیار سازمان ملل قرار گرفت توسط هیئت ملل متحد، تونستم این 7 حصار رجبی بعد از 10 سال بشکنم و بیام بیرون، چون واقعا به این نتیجه رسیده بودم که این سازمان دیگر یک سازمان سیاسی نیست، بلکه یک فرقه مذهبی خاص ارتجاعی هست که و معتقد به تروریسم که امروز با خلی سلاح شدن اومده اینجا توسط مریم رجبی به توسط دفاترش تو خارج شعارهای دموکراسی آزادی میده، در حالی که در ماهیت خودش همون سازمان تروریستی و فرقه ای هست. نشان هم از بهترین دلیل بر این نجه داشتن 2000 نفر از فرزندان مردم ایران در زیر بمب و خمپاره و کشتار در وضعیت بحرانی عراق است که هر آن در خطر مرگ قرار دارند و تمامی فعالیت هایشون هم فعالیت های مریم رجبی الان امروز جمع شدن در ویلپن با همه پول های جسد دام گرفته از عربستان و از خلیج، از همه
منابعی که داره بهش پول میداد، مخصوصا از زمان صدام حسین که گرفته میلیون ها هر ماه 3 میلیون باش که نفت من خودم ترجمه میکردم براشون از صدام حسین میگرفت، روزی 100,000 باش که نفت خب استاد کوپنی و اینها رو در بازار نفت میفروختن، میلیون ها دلار خرج میکنه برای تجمع اجاره سالن و دادن به پارلمانتاریستا و لابی های خارجی و مردم خارجی، تاریخی های خارجی، اون افغانی، عرب و افریقایی رو اینا جمع کرده با پول اونجا تبلیغات رو انداخته که ما باید این افراد رو که تا این افراد رو این بهترین فرزندان مردم ایران در خطر مرگ در عراق نگه داره، هرچی بیشتر نگه داره برای کشته شدن تا رهبران خودشون بتونه رهبری سازمان رو دیوار اینا رو دیوار پشتی کنه تا این رهبری مجاهدین اونجا حفظ کنه از محاکمه از دستگیری. هدفش اینه که اینا در عراق بمونن چون میترسه که اگر بیان بیرون با خانواده هاشون دیدار کنن، با بیرون رسم بشن، ارتباط برقرار کنن، این سازمان فرو بپاشه و افشا بکنن اون چی از بمون این سازمان بوده. الان خانواده ها در جلوی لیبرتی جمع شدن، هیچ کدوم اون رهبری سازمان نمیذاره افراد بیان با خانواده هاشون دیدار بکنن. دختر من همین یک ماه پیش رفت که خواهرش چیده، این دوتا خواهر در عمرشون هم دیگری ندیدن، پس دیدار بکنه نذاشت، موافقت نکرد رهبری سازمان. سازمان ملل رفت، کمیساریات، وزارت حقوق بشر عراق رفتن باشون صحبت کردن، گفتن نه حاضر نیست دیدار کنه. یعنی این معلومه که تشکیلات رهبری تشکیلات سازمان مجاهدینی که نمیذاره این دوتا خواهر چی در عمرشون هم دیگری ندیدن با هم دیدار کنن. اینها همه ترس وحشت که این افراد که خانواده هاشون رو ببینن از این سازمان جدا بشن، اگر اعتماد داره به افرادش بذاره با خانواده ها دیدار کنه. الان ارتباط این افراد رو با دنیای بیرون قطع کرده، مریم رجبی اینجا تلاش میکنه هرچی بیشتر اینا رو در عراق نگه داره. ما از همه سازمان های ملل، بین المللی، حقوق بشری و دولت ها میخواییم که فعالیت های مریم رجبی رو اینجا محدود کنه، چون در جهت مرج و نابودی افرادی هست که در عراق هستن برای حفظ قدرت خودش، برای حفظ سازمان و برای حفظ تشکیلات خودش. یعنی که ما اینجا گرد اومدیم تا ببینیم که این تروریسمی که این نیرویی که اینجا هست، این افرادی که اینجا نگه داشته، اینجا یه قلعه هست بین خود اشرفه، اینجا ازدواج ممنوعه، ارتباط زن و مرد ممنوعه، افراد ارتباطاتشون با خانوادهشون حتی تو همین فرانسه هم ممنوعه مثل عراق. این یک فرقه هست، اینها رو میخواد محدود به این نگه داره که از فروپاشی خودش و رهبریش جلوگیری بکنه به قیمت زندانی شدن افراد در درون تشکیلات فرقه‌ای رجبی، هم در اروپا هم در عراق، مخصوصا در عراق. ما اینجا جمع شدیم تا همه حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها، مخصوصا دولت فرانسه، بخواهیم که این دستگاه تروریستی مریم رجبی اینجا جمع کنه. این اینجا رهبری این سازمان سال گذشته دیگه یک سخنرانی که از رسانه‌های خود سازمان مجاهدین پخش شده دستور داد که همه مخالفینش جدا شده، هایی که از این سازمان جدا شدن و منتقدین هر چه دنیا هستن باید کشته بشن، به افرادش دستور کشتن داده. همین چند یه ماه پیش اینجا ما تظاهرات داشتیم، یکی از دوستان ما رو گرفتن زدن که رفت شکایت کرده، پروندهش تو پلیس هست. همین دیروز آقای مصطفی محمدی با دخترش رفتن جلو مقر مریم رجبی که بخواد که دستور بده دخترش که توی عراق بیاد از عراق بیرون، که اینو منتقل کنه بیار از عراق دخترش بیاره بیرون. بیرون اومدن و گرفتن اون رو، کتش زدن اون رو و دخترش و وکیلش رو گرفتن زدن که الان شکایت کردن به پلیس. این یه سازمان تروریستی که در خاک دولت آزاد و دموکرات فرانسه داره کارهای تروریستی میکنه، داره اعمال نقض حاکمیت دولت فرانسه رو نقض میکنه. این شایسته پناهندگی و حضور در خاک فرانسه نیست. ما خواستمون اینه، اینجا برای همین گرد اومدیم و شعارمون و خواستمون محدود کردن فعالیت های این گروه تروریستی در اروپا است. با تشکر آقای حسین نژاد، خیلی ممنون، تشکر. رجبی داعش، رجبی داعش، رجبی تروریست، رجبی
رجوی تروریست، رجوی تروریست، رجوی تروریست، رجوی داعش، رجوی داعش، رجوی داعش، رجوی داعش. مادام اینی سیک لطفاً خودتون معرفی کنید. من محمد رضایی هستم، از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق ایران. الان توی ماریس در میدان شاتله جمع شدیم که هم افشاگری های خودمون در رابطه با ماهیت فرقه رجوی انجام بدیم و هم اعتراضی باشه برای تجمع میلیونی که خانم مریم قجر برای این شو خودش خرج میکنه، در صورتی که اعضا رو توی عراق نگه داشته به صورت اسیر و در حصار و اجازه نمیده که اونا بیان به دنیای آزاد. و ما خواهانی هستیم که تلاش خواهیم کرد در کنار خانواده ها آزادی و رسیدن اونها به کشور امن و به دنیای آزاد تلاش بکنیم. با تشکر، خیلی ممنون. خیلی ممنون. لطفا خودتون معرفی کنیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، من عیسی آزاده هستم که مدت 1.5 سال از فرقه رجوی از کمپ لیبرتی جدا شدم و الان در اروپا زندگی میکنم. امروز ما در اعتراض به خیمه شب‌بازی های فرقه رجوی که برای مماشات و برای تمام مسائلی که در پشت پرده و تمام بندبستایی که با تمام لابی های جنایتکار جنگ طلب و صهیونیست ها داره، اینجا امروز در میدان شاتله جمع شدیم و اعتراض خودمون رو اعلام میکنیم. و از طرف دیگر امروز یک پیام هم از اینجا میخواییم به خانواده های متحسن در جلو کمپ لیبرتی بفرستیم. خانواده هایی که با هزار مشقت در گرمای فوق العاده زیاد در کمپ لیبرتی همکنون در انتظار دقایقی هستن برای دیدار فرزندانشون که بعضن بیش از 3 دهه فرزندان خودشون رو ندیدن. اما این فرقه جنایتکار تعدادی از خانواده های مسلم که 60-70 سال سن دارن و تعدادی از وابستگان خانوادگی اونها مانند خواهر و برادر، اینها رو منصوب به نیروهای اطلاعاتی و نیروهای به اصطلاح جنگی میکنه، در صورتی که اینا یک سری از به اصطلاح خانواده های عادی هستن، آدم های کشاورز، آدم های عادی که از افسانقات ایران و به طور مشخص از افسانقات شمال ایران برای دادخواهی، برای آخرین دیدار، برای دیداری هرچند کوتاه با فرزندانشون حاضر بشن و که متاسفانه تا کنون رجوی این امکان از خانواده ها دریغ دونسته و نذاشته خانواده این خانواده ها با فرزندان خودشون ملاقاتی داشته باشن. ما از همینجا این جنایت فرقه رو به شدت محکوم میکنیم و از کمیساریای عالی پناهندگان، از دفتر سازمان ملل در عراق و همچنین از دولت عراق خواهان اینن که امکان ملاقات برای خانواده ها فراهم کنن، که امکان این وجود داشته باشه که خانواده ها بتونن اونجا با فرزندانشون ملاقات کنن. از طرف دیگه با توجه به شرایط ناامنی که در عراق وجود داره، ما از تمام سازمان های بین المللی، از تمام سازمان های مدافع انسان با حقوق بشر خواستار این هستیم که شرایط خروج نیروهای اسیر فرقه را از عراق فراهم کنند. با تشکر از این فرصت و امکانی که در اختیار من گذاشتی قربان شما. لطفا خودتون معرفی کنید. با سلام خدمت بینندگان تلویزیون مردم تیوی، سید امیر موثقی هستم، یکی از اعضای جدا شده از سازمان تروریستی رجوی. شما، من میبینم که آقای موثقی که در یک اکسیونی در پاریس شرکت کردید، منظور شما از این اکسیون چی هست؟ بله، همونطوری که مشاهده میکنید امروز در شهر پاریس اکسیونی برگزار شده که تعداد زیادی از جدا شدگان در این اکسیون شرکت دارن. امروز در میدان پاریس مریم رجوی خیمه شب‌بازی رو راه انداخته به مناسبت سالگرد
دستگیری خودش که در واقع هر ساله این خیمه شب‌بازی رو به راه میندازن به مناسبت سالگرد 30 خرداد اعلام مبارزه مسلحانه مسعود رجوی با رژیم جمهوری اسلامی که در 30 خرداد سال 1360 مسعود رجوی اعلام مبارزه مسلحانه کرد. از اون سال تا به امروز مسعود رجوی هیچ کاری نتونست پیش ببره. در 17 جوان سال 2003 مریم رجوی دستگیر شد در پاریس و حالا هر ساله سالگرد دستگیری مریم رجوی رو با مناسبت سالگرد 30 خرداد در فرانسه جشن میگیرن و برای خودشون خیمه شب‌بازی به راه میندازن. خیلی متشکرم آقای مس. خودتون معرفی کنید لطفا. من همیرا محمد نژاد هستم. لطفا برای چی تجمع کردید امروز؟ هدفتون چی از این تجمع؟ ما امروز اینجا جمع شدیم که محکوم کنیم کارهای تروریستی مریم رجوی و همینطور همسرش مسعود رجوی و نشون بدیم که ایشون و اینها این فرقه هیچ پشتوانه‌ای نداره و بالاخره به اون روز میرسه که تمامی مردم آگاه بشن که این فرقه باید از بین بره. با تشکر. خیلی ممنون. سلام دوست عزیزم آقای نادر کشکار، خیلی خوشحالم که شما رو اینجا می‌بینیم. نادر جان لطفاً بگو که اول بگو که کارا چطوری پیش رفته، مسائل حقوقی و زندگی جدایی از اون فرقه و اون زندان تو این دنیای آزاد برای چطوری بوده؟ من مدت 6 ساله نزدیک 6 ساله که آلمانم از خود با مسائل و مشکلات فراوان تونستیم از خلاق خودمون به اینجا برسیم و این راه چند تا از بچه کنیشون از دست دادن و با مشکلات فراوان حالا با هفت در بسری بود بلکه بود 6 سال پیش وارد آلمان شدن. حالا میخواستم با حضورم تو این تجمع بچه ها به نوعی اعلام جدایی خودم علنی اعلام بکنم و از اینکه دنیای آزاد باقی داشتم و از اون عقاید خشک و دوگماتیسم و افکار ماکیاولیستی اون سازمان نجات پیدا کردم، خودم جدا کردم. احساس راحتی میکنم. خب مشکلات روزمره زندگیمون هم هست که اون هم هر کسی داره، ما هم بسیار خوشحالم نادر جان. خب همون که گفتی در این اکسیون اعتراضی علیه سازمان مجاهدین شرکت کردی و در صورت به نوعی اعتراض داریم علیه این سازمان که داره خشونت به اعتراض تدریس میده، همونطور که میدونی 30 خرداد همزمانیشه و در واقع میخواد این خشونت اعتراض رو در واقع هی تدریس کنه، هرچند این رو اعلام نمی کنه. حالا من یه سوالی که دارم نادر جان، شما چطوری میبینی این موضوع رو؟ آیا این برنامه‌ریزی که سازمان مجاهدین می‌کنه هر ساله و آدم‌های مختلف خارجی رو پناهنده آفریقایی از لهستان آدم‌ها رو جمع می‌کنه، این یعنی تو اینجا اخبار موثقی هم وجود داره که عربستان و اسرائیل پشت این ماجرا هستن و در واقع اساساً این تظاهرات و این جمعی سازمان مجاهدین در بیلپند و خود اسرائیل و عربستان برنامه‌ریزی کردن، تو چطوری می‌بینی موضوع؟ سوال شما یه مقدار وسیع بود. در مورد سازمان 30 خرداد جنگ مسلحانه و بعد حضورشون اینجا و خب اقداماتی که میکنن در مجموع خواهم بگم از در رابطه با 30 خرداد جنگ مسلحانه که یک با استراتژی اشتباه بود، خب مرور زمان اینو نشون داده. حالا اگر خود مسئولین بالای سازمان نمیخوان اعتراف بکنن، خب طبیعی هم هست که اعتراف بکنن که به بن‌بست رسید استراتژی جنگ مسلحانه اشتباه بود. خب اون با خودشون برمیگرده. حالا یک راه اشتباهیه که هرچی دیرتر بازنگری کنن بیشتر به چه میرن، یعنی چیز عجیبی نیست. مخصوصا تو دنیای امروزی شاید جنگ مسلحانه 50 سال پیش شاید به نوعی جواب میداد، ولی اشتباه بود. بعد از اون گام های اشتباه بعدی صورت گرفت. جنگ مسلحانه به دنبال خودش اون مشکلات فراوان تو ایران به وجود آورد برای همه گروه های سیاسی، بعدش مجبور شدن عراق
ورود کنن که یک اشتباه دیگه بود باعث شد که پایگاه تودهشو به کل از دست بده داخل ایران. اینم که داشت هم تو ایران هم به نظر من به خارج از کشور. الان روابطشون با عربستان یا با اسرائیل پیامد همون نقطه آغازه، یعنی وقتی شما اعلام جنگ مسلحانه استراتژی رو میکنین خب پشبندش مجبور میشین بعدش عراق برین، پشبندش عراق از دست میدین، مجبور مالی پایگاه دیگه بگردین، یه کم کم مردم این وسط کم رنگ میشن دیگه، جنگ میشه حالت جنگ قدرت، یه جنگی که من به هر قیمت شده باید بمونم، حالا اسرائیل ازم حمایت کنه، عربستان حمایت کنه، یا به هر بهایی برام نمیدونم از لهستان و افغانستان و کشورهای عربی نمیدونم حوزه پناهندگی نفر جمع بکنم و به قول معروف با سیلی صورت خودم رو سرخ نگه دارم، حاصل همون اشتباه اولیه، یعنی جنگ مسلحانه و خشونت. و زمانی هم که اینو نپذیرن این اشتباه ادامه پیدا میکنه. سابقه عراق بوده، تجربه عراق بوده، چند سال بعد حتما تجربه عربستان هم بهش میرسن که رو بنبست میخوره، شاید اگه تا اون موقع دوام پیدا کنن کشور دیگه به همین آشان میخواسته، چون به قول معروف میگن خشت اول چون مهد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج. این ادامه همون اشتباهات، همون یک اشتباه کلیدیه، یعنی جنگ مسلحانه الان هم حاضر نیستن قبول بکنن و اشتباه رو با اشتباه دیگه میخوان جبران. خوشبختانه ناطق جان شما اعلام جدایی تو از فرقه مجاهدین اینجا اعلام کردی رسمن، چه پیامی برای دوستان و هم فکران و خلاصه قربانیان که هم اکنون بسپیر لیبرتی عراق در اسیرن و سامان مجاهدین و منطقه رجبی اجازه نمیده اون آزاد بشن، همینطور خانوادهایی که پشت درب لیبرتی تحصیلشون رو چند روز قبل شروع کردن، چه پیامی برای اونا دارید؟ بالاخره ما هم یک زمانی تو کیف بودیم، تو اون فضا قرار داشتیم، فشارهای چه بود، ما ابتدا که جدا شده بودیم من یادمه تو کیف 60-70 نفر بودیم، اون موقع کیفی نبود، چند تا آمریکایی‌ها از این چیزای اسمش خاطر حضور زن ندارم از اون گذشته بودن، خیلی تعدادمون کم بود، بعد کم کم تعداد جدا شده هم زیاد شد و به اون نقطه رسید. تو اون فضا اوائل که بودیم بچه ها سر نگاه کردن تلویزیون و برنامه‌ای که از ایران پخش شد با هم حتی درگیری فیزیکی هم پیدا میکرد، یعنی تا این حد یه تابوی بود تو ذهن بچه ها. خب کم کم آزادتر شدن، نگاه میکردن اخبار مختلف، اون تابو تو ذهنشون شکسته میشد. این تابو به نظر من هنوز تو بچه ها تو لیبرتی هست، بازداری به بیشتر، چون ما اونجا آزادتر بودیم، تو لیبرتی باز سعی میکنن که تو همون جد قبل نگرشون دارن. به نظر من هر کی به قلب خودش رجوع بکنه میتونه قضاوت بکنه که این سیری که سازمان طی کرد از بعد به تأسیس تا حالا از کجا شروع کرده و به کجا رسیده. من پیام خاصی ندارم، من فامیلام هستن، کسانی که اونجا هستن خودشون میتونن تصمیم بگیرن، فقط تنها پیامم اینه که بیان به عنوان نفر سالس در مورد این مسئله قضاوت کنن، ببینن آیا در ازای چیزی که سازمان تو این 30-40 سال پرداخت کرده، هزینه‌هایی که تو ایران کشت و کشتارها، ورودش به جنگ، نمیدونم رابطه‌ای که الان داره با عربستان میزنه، همون خیط سیر رو میره، در ازای این چیزایی که داده چه دستاوردی داشته تو این 30-40 سال سازمان، چه کار کرده، مثلا حاصل این همه خون تو فروغ تو ایران، بعدش این همه کشتار، این همه تهدید، تو این 30-40 سال حاصل این استراتژی چی بوده، حاصل این تحلیل ها چی بوده و الان کجا هست و به کجا دارن میرن. من نمیگم چیز خاصی ندارم، هر کسی اونقدر آگاهی داره که خودش بتونه تشخیص بده، خیلیشون آگاهیشون از منم خیلی بیشتر، چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ تاریخی سازمان. اولی بگم پیام اینه که تابو رو بشکنن و این شهامت میخواد به نظر من، کسی که اگر ببینه تو راه اشتباهی رفته، من نمیگم برگرده، حداقل به خودش جرأت بده یک بازنگری کنه، آیا جایی ما اشتباه کردیم یا نه، اگر اشتباه کردیم چرا سازمان این همه مصره که بحثی صحبتی نشه در موردش، چرا فقط با تهمت زدن به نفرات میخواد اونا رو برونه،
منفور کنه چراشون رو، ولی هیچ وقت جواب مشخصی نمیده در رابطه با سوالایی که میکنه، در رابطه چیزایی که من شنیدم مثل واقعا وحشتناک. اگر واقعیت داشته باشه که به نظر من واقعیت داره، من نمیدونم اونایی که طرفداری میکنن تو سطح بالا چطور میتونن بمونن. مثل مسئله ازدواج مسعود با اعضای شورای رهبری، اگر واقعا تصور بکنیم هم چیزی باشه، این با کدام قسمت از ایدئولوژی اسلامی که ما از خودمون مجاهد گذاشته بودیم همخونی داره؟ مثلا ائمه مایی کار کردن، مثلا امام حسین، حضرت علی، اینا من نمیدونم. به هر حال پیام خاصی ندارن، فقط میگن که اون تابوی ذهنی خودشون رو بشکنن، بیان به جای اینکه فوش بدن که آقای آقا مزدور یا فلانه، لحظه فکر کنه آقا ما در عرض 30-40 سال چه چیزایی رو از دست دادیم، چه بهایی دادیم، در ازش چه چیزایی رو به دست آوردیم. بسیار سپاسگزارم. نداره کش کرد، ایشالله که اشکار، ایشالله که در زندگی و فعالیت حقوق بشری که داری موفق باشید. Il est pour moi un peu plus de il était de moi de voir une fois par an. Il est parti en liberté en Irak pour voir sa soeur. Ils n'ont pas laissé un peu. Ils n'ont jamais vu les deux. Ils n'ont jamais vu les deux. C'est le livre que Mariam a dit. Alors, quand on a dit, c'est 6 ans. Il y a des familles qui sont à liberté, devant le pauvre. He was returned to Iraq to establish the military, of his own, but after the overthrow of Saddam Hussein, not only did he went hunting. Since then, nobody has seen him. For that reason, She was the first to separate from her husband and do the same thing with Mariam. Mariam Rajavi told us all the time, you have to follow my step. I think that's the best thing to do.
من توی آلمان جراحی شد. Ils ont dit qu'il faut montrer à les gens votre blessure, puisque le cœur, que les gens qui prennent en fait de l'empathie pour pouvoir l'argent. Donner d'argent. همین یعنی باید مثلا میگفتیم که یه تعداد بچه بودن عکسشون رو مال خانواده ها بودن که در مادرشون توی قضای اشرف بودن اونا رو عکسشون رو میگرفتن و تقیی بچه ها آدارن توی اردن، توی ترکیه، توی پاکستان، توی مرزه پاکستان ما به اینا کمک کنیم به این دروغ ها از شهرداری اجازه میگرفتن کار مادر میکنن بعد پولشون Mama?